مشه مرشا در ابتدایی پارشای هفته پاسوق میفرماید صبع سب هرون و لمر دستور بده به هرون و فرزندانش این چنین زود تورت اولا این است قانون قربانی سوختنی هی اولا المقدا الامیز بیا قربانی اولا که سوخته میشه بر روی قربانگاه تمام شب تا صبح اورا خایم حقا در پارشای هفته خیلی پاسوخ ها و آیه ها رو به صورت رمز رموزی که در اونها هستش رو توضیح میدن و بر روی این پاسوخ توضیح میدن که رمز میرسونه بر علیه اسرائیل از گالوت زمان سعود اسرائیل ها از گالوت و نجاتشون که داره تو پاسوخ میگه به زخوت دو موضوع هستش که ام اسرائیل نجات پیدا می کنند و اونها عبارتند از آموزش تورا و زخوت ایسورین یعنی سختی هایی که متحمل می شن. و اینطور پاسوقا توضیح می دهند که دبر لحرون و الباناب صحبت کن با اهرون و فرزندانش اهرون و فرزندانش کهنیم سمبل کلامشون و خودشون سمبل تورات نو عقد از است همونطور که آیه در ناوی میفرماید ناوی سفنیا سیفته کهن اشر تورا یه وقت شومی پیهو. یعنی کلام کوهن که تورا از اون و از دهان اون طلب میشه میخواد اطلاع بده به دوره هایی که تو گالوت آخر هستن زود تورت ها اولا این است قانون اولا یعنی چی تو زبان عبری بالا رفتن بالا رفتن از گالوت نجات پیدا کردن از گالوت علیا از گالوت اولا اولا میدونید که نجات از گالوت ها بهش میگیم اولا همونطور که پاسخ در, نا... در شیره میفرماید می فرماید میزد اولامین همیدبار میترپقت ال دودا کیست این ملتی که بالا میآید از بیابان تکیه داده بر محبوبش یعنی به زخوت چیه که این ملت اسرائیل از گالوت و میدبار نجات پیدا میکنه یک المقدا مقدا این قانون الیاس نجات از گالوته المقدا مقدا اولین شرطش مقداه مقدا منظور اون آتش روی میز به یخه آتش روی قربانگاهش که قربانی رو روش میسوزوندن و اشاره داره به تورا زخوت آموزش تورا به خاطر اینکه تورا تشبیه شده به آتش پاسوق واضح در نامی ناوی میفرماید هلو کو دواری کاش مگر نه اینکه کلام من منظور خداوند داره خطاب به جامعه اسرائیل میگه که تورا هستش کاعش مثل آتش میمونه و توضیح خواهیم داد که چرا تورا به آتش تشبی شده و شرط دوم الهمیز بیخ یعنی بر روی قربانگاه باید این قربانی سوخته می شده اینجا میزبیخ اشاره داره به اون مصیبت ها و زجرهایی که نباشه یه ایراسون ولی اگر هم هست آدم باید اونا رو از جانب خدا بپذیره و ناشکری نکنه به خاطر اینکه زجرهای گالوت و زندگی هستن که گناهان انسان رو کفاره میکنن مثل میزبیخ مثل قربانگاه قربانگاه کارش چی بوده با قربانی که روش تقدیم کردن باعث کفاره گناه آدم میشده و به وسیله این دوتا موضوع مقدا الهمیزبه یعنی طرایی که به مغدا به آتش تشریح شده و میزبیخ که قربانگاه نقشش کفاره گناهان بوده و ایسورین الان همون کارا میکنه مصیبت ها زود تورت ها این از تورای اولا قانون علیا یعنی ارتقا و صعود از گالوت و این گالوز کی تا کی طول میکشه کل حلا ادامه پاسخ میگه تمام شب تا صبح که نجات گالوت تشبیه شده به شب و اسرائیل ها وقتی که در گالوت هستند تا اینکه نجات فرا برسه زمان فرا رسیدن شب بغره که تو پاسخ رمز رسونده شده و چرا تورا به آتش تشبیه شده به خاطر اینکه تورا زلال میکنه مثل یک نقره یا طلایی که قال میگذارن داخل کوره تا ناخالصی ها ازش جدا بشه تو هم همینطوری ناخالصی ها را از نشاما جدا میکنه لکه های گناه و توم ها و ناپاکی ها مثل آتیش که پاک میکنه ناخالصی ها جدا میکنه پاک میکنه از وجود آدم اش تورا آتش تو را پولت و تیروفل سیروف فعل تزکیه دادن و اصطلاحا پاک کردن و قال گذاشتن برای صدیقیم این صدیقیم انجام میده مثل اون چیزی که آتش گهینام شبیه به اون چیزی که آتش جهنم برای رشاییم و افراد پست انجام میده نم میگی مثل اون چرا ادرب با کوه خواهش لطورا ارخایی می نویسه قدرت آتش تورا قوی تر از قدرت آتش گهینامه و کسی که روحش رو در این دنیا از طریق آتش تورا سیغل داده و از هر گونه لکه ناپاکی زدوده دیگه لازم نداره که نشاماش تو گهینام از طریق آتش گهینام پاک بشه کسی که تو این دنیا با فراگیری تو را به عملوت با زحمت با تعمق با سختی با تحت هر شرایطی نشسته رفته تو عمق تو نه اینکه فقط روی تورا را بخونه در حد و اندازه خودش بشینه فکر بکنه مفارشی مفسرین مختلف تو را شب به را الپه که کتبی شفایی یا خونده از ذهنش کار گرفته بعضی موقع عرق ریخته بعضی موقع تو سختی ها سعی کرده تورای خدا را بفهمه یاد بگیره یاد بده و عمل بکنه این دیگه نشاماش نیازی نداره که در در آتش گهی نام زدوده بشه با آتش اون تورا و زحمتی که برای فهم و درک تورا کشیده نشاماش زدوده شده و تو میدراش می نویسه که سرشل شل گهی نام یعنی اینا را ارخای مقدش میگه از قول البته این تورای شفاهی دیگه که اون فرشته ای که گمارده شده بر گهی که وظیفش اینه که چطور که نشاموتی که میان تو گهینام رو نشاموت رشایم را باید سیقل بده از طریق آتش گهینا فریاد میزنه این لی به صدیقیم من تمایلی اصلا به نشامایی صدیقیم ندارم چرا؟ چون آتش تورای صدیقیم یش به کخه این قدرت داره که خاموش بکنه و تضعیف بکنه آتش گهینا ما. و وقتی همچین نشامایی بخوان نزدیک من باشن من اصلا نمیتونم برای نشامایی را کاری انجام بدم به اینکه اش تورای اینا آتش تورای این نشامایی صدیقیم منگاری که خاموش میکنه قدرت اش گهیناما بارو خدانا ایرولا مامن, مامن.